ویکتوریا وودهول، اولین زنی که برای ریاست جمهوری و اولین زنی که به عنوان دلال سهام توی وال استریت نامزد شد، به موفقیت‌های چشمگیری در امور مالی، روزنامه‌نگاری و سیاست دست پیدا کرد. وودهول یه روحانی، طرفدار حق رأی و مدافع عشق آزاد بود. اون یه شمایل شکن به معنای واقعی بود که برای عقایدش هر چقدر هم که اون زمان بحث برانگیز بود، مبارزه می کرد. ویکتوریا وودهول 23 سپتامبر 1838 توی هومر اوهایو از پدر و مادری به نام روبن باکمن کلافلین و روکسانا هومل متولد شد. دوران کودکی وودهول دوران پرتلاطمی بود. اون فقط 3 سال تحصیل متناقضی رو توی مدرسه کلیسای متدیست هومر گذروند تا اینکه خانواده مجبور به ترک شهر شدن به این زن که پدرش عمدن کارخونه ای رو که برای پرداخت بیمه در اختیار داشته رو سوزونده. بعد از این ماجرا اون سالهای اولیش رو با شرکت توی نمایشگاه پزشکی مسافرتی خانوادش، فالگویی و فروش داروهای خونگی گذروند. سال 1853 وودهول 15 ساله با دکتر 28 ساله‌ای به نام کنینگ وودهول ازدواج کرد. ثمره این ازدواج برای اونها 2 فرزند شد. اما موضوعی که روز به روز بیشتر وودهول مورد آزار و اذیت و شکنجه روانی قرار میداد این بود که شوهرش الکلی بلفطره بود و خانواده رو نادیده می گرفت. بنابراین وودهول به عنوان خیاط، منشی فروشگاه و بازیگر صحنه برای حمایت از خانواده به صورت فشرده کار می کرد. خواهر کوچکتر وودهول، تنسی کلافلین، به تنهایی به عنوان یه فالگیر و شفا دهنده به سفر دوری رفته بود. وودهول در نهایت انجام همه این کارها خودش رو به خواهرش رسوند و شروع کرد با اون کار کردن و خودش رو به عنوان یک روشنبین پزشکی که میتونه بیمارها رو درمان کنه تبلیغ کرد. وودهول که از مشروب خوری و روابط نامشروع شوهرش خسته شده بود، سال 1865 از اون طلاق گرفت. اون مدافع جنبش عشق آزاد بود که استدلال می کرد که افراد باید انتخاب این رو داشته باشن تا زمانی که شریک‌های عاشقانه خودشون رو انتخاب می کنن، در واقع بتونن با اونها بمونن و ادامه بدن و زندگی رو بسازن، نه اینکه صرفاً به خاطر اون چیزی به نام ازدواج رو برای خودشون رقم بزنن. سبک زندگی جنبش عشق آزاد همچنین به خاطر بی‌اعتنایی به طلاق و آسان‌تر کردن ترک شوهران بد سرپرست برای زنان اون سال بود. سال 1866 وودهول با سرهنگ جیمز هاروی بلاد، کهنه سرباز ارتش اتحادیه، ازدواج کرد. بعد از اینکه اون به دنبال خدمات اون به عنوان یک شفا دهنده براشون کار کرده بود، وودهول و کلافلین به عنوان رسانه‌ای تونستن به موفقیتی دست پیدا کنن و کارشون اونها رو با کورنلیوس واندربلیت، نجیبزاده خرافاتی راهن، آشنا کرد که اون آدم روشنبینانی رو استخدام می کرد تا به اون کمک کنند با همسر اخیراً در گذشتش تماس بگیرن. وودهول و خواهرش با توجه به توصیه های مالی که واندربلیت کارکشته به اونها می کرد، تونستن که پسندازشون رو به میزان قابل توجهی افزایش بدن و به سرعت تقریباً 700 هزار دلار، بیش از 15 میلیون دلار به میزان پول سال 2022 سرمایه جمع کردند. سال 1870 اونها از اون صندوق برای راه اندازی یک کارگزاری و یک شرکت استفاده کردند و اولین زنانی بودند که تونستن یک شرکت مالی رو توی وال استریت اداره کنند.
مطبوعات اون زمان که از تازگی کارگزاران زن سهام توی والستریت شگفت زده شده بودن، از اونها به عنوان کارگزاران جادوگر و ملکه های مالی یاد می کردن و تیتر اونها رو توی روزنامه می زدن. اما موضوع برای وودهول فراتر از اینها بود. اون تلاش می کرد که از موفقیت مالیش برای پیشبرد برنامه سیاسی توی ذهنش استفاده کنه، یعنی بهبود حقوق زنان، کارگران و فقرا. اون و خواهرش طی مدت زمان کوتاهی شروع به انتشار وودهول و کلیف لین ویکلی کردن، روزنامه‌ای که از عشق آزاد، حق رأی زنان و سایر اصلاحات سیاسی مترقی حمایت می‌کرد. این روزنامه به دلیل انتشار اولین نسخه انگلیسی زبان مانیفیست کمونیست کارل مارکس و انتشار گزارشی از رابطه بین وزیر برجسته هنری وارد بیچر و یکی از همکارانش مشهور شد. این اتهامات جنجال‌های زیادی را برانگیخت و روزنامه را به اتهام فحاشی متهم کرد. وودهول سال 1869 توی جنبش حق رأی زنان شرکت کرد و موفقیت اون به عنوان یک سخنران عمومی از طرف آرمان مردم باعث شد که تا چند سال آینده نقش‌های برجسته‌ای رو توی کنوانسیون‌های حق رأی به عهده بگیره. اون سال 1871 زمانی که اولین زنی بود که در برابر کمیته‌ای از مجلس نمایندگان ایالات متحده شهادت داد، واقعاً تاریخ ساز شد. وودهول در مقابل کمیته قضایی مجلس نمایندگان با پیوستن به رأی دهندگان دیگه، سوزان بی آنتونی و ایزابلا بیچر هوکر استدلال کرد که زنان آمریکایی از قبل بر اساس اصلاحیه‌های 14 و 15 از حق رأی برخوردار بودند و از اونها خواست که پیشنویس قانونی رو ارائه بکنن که حق رأی زنان رو برای همه روشن کنه. با همه این احوالات اما استدلال‌های اون نتونست کمیته رو برای این اقدام متقاعد کنه. وودهول سال 1872 دوباره تاریخ ساز شد، زمانی که اولین زنی بود که برای ریاست جمهوری ایالات متحده نامزد شد. حزب جدید حقوق برادر که وودهول در تأسیس اون نقش اساسی داشت، اون رو به عنوان رئیس جمهور و فردریک داگلاس رو برای معاون رئیس جمهور نامزد کرد، اگرچه که اون هرگز این نامزدی رو تایید نکرد. وودهول توی نامه‌ای به نیویورک هرالد که کمپین خودش رو اعلام می‌کرد نوشت که در حالی که دیگران در مورد برابری زن با مرد بحث می‌کردن، من اون رو با موفقیت توی تجارت ثابت کردم. در حالی که دیگران به دنبال این بودن که نشون دهند دلیل موجهی وجود نداره که چرا زن باید از نظر اجتماعی و سیاسی به عنوان موجودی پست‌تر از مرد باهاش رفتار بشه، من شجاعانه وارد عرصه سیاست و تجارت شدم و از حقوقی که قبلا داشتم استفاده کردم. شکی وجود نداره که تعهد وودهول به حقوق برادر برای همه مردم، حتی شامل کودکان در رحم هم نیز میشد. توی سرمقاله‌ای در مورد حقوق کودکان به جرأت آمده که حقوق کودکان به عنوان افراد در حالی آغاز می شود که هنوز به عنوان جنین باقی می مانند. یکی دیگه از سرمقاله‌های ویژه تحت عنوان چه زمانی قتل نیست استدلال کرد که همه قبول خواهند کرد که قتل است که جان یک انسان رو گرفتن. اما این سوال بسیار مهم درست در اینجا مطرح می شود که زندگی انسان از چه زمانی آغاز می شود؟ علم مدرن به ما میگوید که ضربان قلب هرگز چیزی نیست که آغاز شود، بلکه همیشه چیزی به عنوان نبض در جریان است. یعنی در کل روند رشد بدن انسان از لحظه لقا تا مرگ
زمانی وجود ندارد که در آن چیزی که قرار است به بدن کامل تبدیل شود، تپش‌های زندگی وجود نداشته باشد. پس کجا باید خط کشیده شود که در یک طرف آن قتل باشد تا این تپش‌ها متوقف شود و در طرف دیگر قتل نباشد؟ بسیاری از زنانی که از فکر کشتن فرزندان خود پس از تولد شوکه می شوند، عمدن آنها را از بین می برند. حقیقت ماجرا این است که به همان اندازه که نابود کردن زندگی در شرایط جنینیش قتل است، به همان اندازه هم نابود کردن آن پس از رسیدن به شکل کاملا توسعه یافته قتل است. زیرا همان زندگی است که گرفته می شود. آنها که باردار شدند و سپس آن را نابود کردند قاتل هستند و هیچ سفسطه و بهانه‌ای نمی تواند به اندازه یک ذره از عظمت جرم بکاهد. من به شما اینطور می گویم که آنها حتی بیشتر از قتل انجام می دهند. آنها عملاً خودکشی می کنند، هم برای خود و هم به نیابت از دیگری، زیرا هیچ زنی نمیتواند این جنایت را انجام دهد بدون اینکه بخشی از زندگی خود را نابود کند. بعد از مطرح شدن موضوع کمپین ریاست جمهوری اون توسط خیلی از مردم جدی گرفته نشد. جدا از جنسیتش، ووتال هنوز 35 ساله هم نشده بود که حداقل سنی برای تصدی پست ریاست جمهوریه. علاوه بر این، شهرت سیاسی ووتال رو به زوال بود. دیدگاه‌های رادیکال اون در حمایت از عشق آزاد، کمونیسم و معنویت گرایی بسیاری را از خودش دور کرد و رهبران حق رأی از اون فاصله گرفتن. علاوه بر این، انتشار روزنامه اون در مورد ماجرای بیچر و اتهامات فحاشی ناشی از اون به این معنی بود که ووتال در این زمان با مشکلات قانونی و رسوایی جدی مواجه شده. حتی روز انتخابات رو هم اون توی زندان گذروند. مسائل حقوقی چندین سال به طول انجامید و هفته نامه ووتال و کلافلین رو مجبور به تعطیل کردن انتشار کرد. ووتال که به ورشکستگی نزدیک شد و دیگه حالا از شوهر دومش هم طلاق گرفت، سال 1877 با کلافلین به انگلستان نقل مکان کردند. اون توی جنبش حق رأی زنان بریتانیا شرکت کرد و همراه با دخترش مجله‌ای به نام انسان دوستانه رو از سال 1892 تا 1901 منتشر کرد. این مجله به دلیل ترویج اصلاح نژادی، پرورش انتخابی و عقیم‌سازی جمعیتی که قصد داشت به ویژگی ژنتیکی مطلوب منجر بشه، مشهور بود. این یه مکتب فکری رایج در اواخر قرن 19 هم بود، اما در واقع مکتبی بود که علیه افرادی که فکر می‌کردند پست‌تر بودن، چه به دلیل نژاد، چه به دلیل توانایی یا کیفیت‌های دیگه، تبعیض قائل می‌شد. ووتال تا زمان مرگش در سال 1927 در سن 88 سالگی در حومه انگلستان زندگی کرد.